بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستیم و امیدوارم که برنامه غم مخور تو این در واقع فاصله این اتفاقات ناگواری که الان داره توی ایران رخ میده و حتما خبراشو هم شنیدید و دیدید، متاسفانه میمانیم که بگیم غم مخور. حالا این چطوری ممکنه آدم تو این شرایط، تو این سختی ها این رو در واقع این رو سرلوحه خودش قرار بده که غم نباید خورد؟ بلاهایی که داره الان سر مردم ایران میاد، اتفاقاتی که اخیراً توی بلوچستان شکل گرفت، اون بلایی که سر مهسا امینی اومد، دختر سقزی، یا اتفاقاتی که در کردستان افتاد، یا در جای جای ایران اون سرکوبگری که این رژیم علیه مردم خودش داره، مردمی که فقط حقشون رو دارن میخوان، بعد از 40 سال تحمل و صبر و شکیبایی در برابر سختی هایی که کشیدن، روز به روز دارن این فشار بیشتری رو تحمل میکنن و بعد حالا برای درخواست حقشون هم اجازه اعتراض ندارند. اگر اعتراض بکنند هم اینگونه سرکوب میشن. اصلا توی هیچ قاموسی این نمی گنجه، چه برسد به این که این به اسم اسلام اتفاق بیفته. و چه بسا همین اتفاقی که عمدن داره میفته برای اینکه حرکت اسلامفوبیایی که تو جهان داره شکل میگیره، علیه اسلام دارن حرکت میکنن، الگوهای نامناسب این چینینی که اسم اسلام رو یدک میکشن، رژیم هایی که فقط خودشونو مسلمان مینامند و مدعیند که حکومت اسلامی میخوان پیاده بکنند، نمونش داعش بود دیگه، به اسم اسلام، به اسم دین خواهی، به اسم اسلام طلبی سر می بریدند، آتش می زدند، می کشتند و فجایع عجیبی که توی دنیا ایجاد در واقع در دوره‌ای که داعش بود، بمبگذاری ها و کشتار رو اصلا ذره بوی از اسلام نمی برد. و الان داریم همین حرکت رو توی ایران می بینیم. اتفاق اخیری که توی متاسفانه برای عزیزانمون در بلوچستان افتاد اصلا باور کردنی نیست. یعنی توی هر قوانین اجتماعی در مورد کشور، در مورد یک کشور شما بنویسی و بگی که مردم بدون هیچ اعتراضی در مسجد نماز میخوندند و تیر زدن بهشون، باورپذیر نیست. اصلا نمیشه این رو به عنوان یک حکومت، به عنوان یک کسی که متولی امنیت، متولی مسئولیت حفظ و حفظ آرامش یک حکومت، اصل ماجرا اینه دیگه. حالا اسلامی هم نباشه، اسلامی که دیگه چندین برابر این چیز رو داره، این وظیفه رو شرعن و عقلن و قانونن بر عهدشه، اسلامیش هم بذاریم کنار، شرعیش و عقلیش هم بذاریم، قانوناً اجازه یک مسئول نیروی انتظامی، یک حتی اگر اعتراض بشه نباید تیراندازی کنند. اما به معترضینی که رفته بودن اعتراض بکنن تیراندازی کردند، به نمازگزارانی که تو مسجد همچنان داشتن بعد از نماز جمعه هفته قبل، بعد از نماز داشتن نماز سنت میخوندن توی مسجد، به اونا هم تیراندازی کردن. نه هم تیراندازی مشقی، پلاستیکی، ساچمه‌ای، تیر جنگی. جزئیات ماجرا رو گزارشگر توانمند این ایام مشتبه پور محسن که الان اگه اسمشون رو دارم اشتباه نگم خدا کنه، در
لندن هر روز گزارشاشون رو در مورد همین حرکت مردم میذارن. گزارششون در مورد اتفاقی که در قتل عامی که در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد، در زاهدان اتفاق افتاد رو گزارشش آماده است، با هم دیگه ببینیم تا بدونیم چه اتفاقی افتاده. گلوله، شلیک، خون، روایت جمعه سیاه زاهدان. 8 مهر ماه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی نمازگزاران را در مصلای این شهر به گلوله بستند. در 290 متری کلانتری 16، جایی که مردم معترض جمع شده بودند تا علیه نظام شعار بدهند. 2 هفته پس از افشای تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به ماهو، دختر 15 ساله بلوچ، سرهنگ ابراهیم کوچکسایی 2 پرونده تجاوز به عنف دیگر هم دارد در پناه دیوار مسئولیت نظام. جواب معترضان که نهایتاً سنگ پرتاب می‌کردند گلوله‌های جنگی بود. آخر اول همین کلانتری شروع می‌کنه به تیراندازی. تیر به هدف می‌زنه، تیر جنگی می‌زنه. با آغاز کشتار خونین، نمازگزاران پیکر کشته‌ها و مجروحین را حمل می‌کردند. تیراندازی به معترضان ادامه داشت از زمین و هوا. تصویری آخرالزمانی از آنچه نیروهای امنیتی در زاهدان رقم زدند. در این تصاویر مشخص است که بزرگترین اسلحه معترضان سنگ و احتمالاً مواد آتشزا بوده و هدف خودروهای پلیس. اعتراضهایی که از شب قبل در حمایت از خیزش سراسری و مهسا امینی آغاز شده بود. روز بعد جمعه خونین رقم خورد. خبر کمبود خون در بیمارستان‌ها در شهر پیچید. شهری که غرق در دود و خون بود. جایی که هر گوشش جسدی روی زمین افتاده بود. بیشترین تیرها به سر زده شده، این جواب قلب زده شده است. و معلوم میشه که نه تک تیر اندازه است داده دارد. شلیک ماموران و لباس شخصی‌های مسلح به مردمی که در حال فرار بودند. یادآور کشتار نیزار ماهشهر در آبان 98. خبرگزاری‌های رسمی از تعطیلی مدارس در شنبه و یکشنبه خبر دادند. جمهوری اسلامی با قطع اینترنت تلاش کرد روایت جعلی از حوادث بدهد. اگرچه استاندار سیستان و بلوچستان هم تلویحاً پذیرفت که اول ماموران انتظامی آتش گشودند. ابتدا با سنگ پراکنی و حتی مواد آتشزا به داخل پاسگاه انداختنی است که واکنش نیروهای انتظامی و نظامی ما واکنش قاطع بود. روایتی ساختگی از جنگی ساختگی با کشته‌های تخیلی، در حالی که به ندرت عکس و هویت مقام‌های اطلاعاتی منتشر می‌شود. بلافاصله خبرگزاری‌های دولتی خبر دادند که حمیدرضا هاشمی با نام مستعار علی موسوی معاون اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان کشته شده. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شدند که گروه جیش العدل مسئولیت اتفاقات را پذیرفته و 2 عضو ارشد این گروه که معاون اطلاعات سپاه را کشتند به قتل رسیدند. جیش العدل اما در بیانیه‌ای کل خبر را تکذیب کرد. تجاوز، جنایت، ننگ بر این ولایت. مولانا عبدالحمید هم تحت فشار جلوی دوربین تلویزیون حکومتی قرار گرفت و مردم را دعوت به آرامش کرد. اما خبرگزاری‌های رسمی به نقل از او گفتند گروه‌های تروریستی و جدایی طلب‌ها مسئول کشتارها هستند. مجموعه‌ای از اخبار نادرست برای توجیه خونریزی علیه شهروندان بی‌دفاع، مردمی که حکومت به اتهام جدایی طلبی قتل عامشان می‌کند اما برای ایران شعر می‌سرایند. در دفاع از خاک ایران لحظه‌ای ناسودم، شیرمردم، شیرمردم، من بلوچم، من بلوچ میهنم. منابع محلی گفتند شنبه گورستان را بسته بودند و مانع از خاکسپاری کشته‌ها می‌شدند. مردم خشمگین در خیابان با ماموران لباس شخصی مسلح درگیر بودند. مردم بی‌دفاعی که خشمشان آتش شد بر سر بانک انصار متعلق به سپاه پاسداران در چهارراه رسولی و پایگاه بسیج در تقاطع بعثت. تاکنون هویت 67 شهروندی که به دست نیروهای امنیتی کشته شدند شناسایی شده. امام جمعه اهل سنت زاهدان در واکنش به یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی کشته شدگان را نمازگزاران بی‌دفاع خواند و مهاجمان را نیروهای امنیتی.
مولانا گرگیچ از علمای اهل سنت هم کشتار معترضان را با حمله چنگیزخان به ایران مقایسه کرد. کشتار معترضان در زاهدان همچنان ادامه دارد. شب دهم مهر در خیابان چمران یک حکومت به مردم خودش حمله کرده، مردمی که سعی می‌کنند در مقابل دستگاه سرکوب تاب بیاورند. اینجا زاهدان است، دفاع شهروندان ایران از زن، زندگی، آزادی. بله، توضیح جامع و کاملی بود، همونطور که گفتم مشتاق پور محسن اسمشون هم درست گفته بودم خدا رو شکر، و خیلی گزارش دقیقی بود از ماجرا و دیدید که هیچ گونه اعتراض بی جای اتفاق نیفتاده بود، یک اعتراض سراسری بود، یک تجاوز به یک نوجوان در رئیس پاسگاه چابهار فکر کنم تجاوز کرده بود، اعتراض داشتن به این قضیه و این یک حرف حق، یک درخواست حقی بود که باید اتفاق می افتاد، اما به خون کشیده شد. این گونه حوادث، امروز می خواهیم در مورد حوادث این چنینی، چون متاسفانه اگه دقت کرده باشید تعامل رژیم با بقیه استانهای کشور متفاوت بود با برخوردش با اعتراضاتی که توی کردستان چند مدت پیش اتفاق افتاد و هفته گذشته تو بلوچستان. به صرف این که این دو گروه از قومیتی خاص هستند، الان هم با اقوام لور هم دارن همین کار میکنن و مزید بر این هر دو اهل سنت هستن، در موقعیت هایی که این رژیمی که یک رژیم ایدئولوژیکه و تابع ولایت فقیه، اهل سنت رو دشمنان بالقوه خودشون میدونند. به همین خاطر برخورد با مناطق اهل سنت همیشه یک ویژگی خاصی داشته. بلوچستان رو در نظر بگیرید، شرایطی که در استان سیستان و بلوچستان وجود داره و در منطقه بلوچستان علل خصوص، به لحاظ توانمندی معادن حتی آب، منابع آبی که در بلوچستان وجود داره، ارتباطش با دریای عمان و توان در واقع استراتژیکی که داره، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ جایگاه استان سیستان و بلوچستان، یک جایگاه ویژه است در کشور ایران. درآمدزایی که کشور ایران از سیستان و بلوچستان میکنه به خاطر نزدیکی، به خاطر مسیر دریایی که به کشورهایی مثل هند و پاکستان داره و به مسیر زمینی که به پاکستان داره، موقعیت خیلی خاصی داره. نزدیکیش به تنگه هرمز تنها استانی است که خلیج دریای عمان رو در واقع در ساحلش داره. به لحاظ معادن جزء معدود مناطقی است که معادن طلا داره، بقیه معادن رو کنار، اصلا کوهستان‌های سیستان و بلوچستان مملو از معادن هستند. به لحاظ توانایی اقتصادی و مالی این استان یکی از استان‌های زرخیز کشوره. اما اینو بذارید تو یک کفه ترازو، شرایط زندگی مردم این استان رو ببینید. پایین ترین سطح فقر در استان، در کشور رو مردم بلوچستان دارن. به لحاظ آموزشی پایین ترین سطح رو سیستان و بلوچستان دارن. چرا این حد ظلم؟ فقط به خاطر اینکه بلوچ هستند و اهل سنت. خب این شکل حکومت، شکل
عادلانه ای نیست برای حکومت و این یعنی ظلم. و ظلم شرعاً و قانوناً به مردم اجازه اعتراض میده. پس اعتراضی که مردم دارن میکنن اعتراض غیر قانونی نیست، اعتراض غیر شرعی هم نیست. یعنی هم قوانین هم دستورات الهی انسانهایی که در شرایط مظلومانه این چنینی زندگی میکنند رو حق بهشون میده که از حق خودشون دفاع بکنن، اعتراض بکنن، بخوان حق خودشون رو. اما یک موضوعی که ما باید بدانیم، راهکارهایی رو باید داشته باشیم برای اینکه این اعتراضمون به نتیجه برسه. اگر اعتراض به نتیجه نرسه و انسان خودشو به کشتار بده فقط، این اعتراض و این روند حقگیری روند درستی نیست. حتما از حجاج ابن یوسف خیلی شنیدید. حجاج ابن یوسف یکی از خونخوارترین انسان‌هایی است که در تاریخ اسلام ازش نام برده میشه. قتل عام‌های فجیع انجام داده، با اینکه فاصله زیادی از دولت اسلامی نداشته و یکی از معروفترین کسایی که به شهادت رسونده عبدالله بن زبیر هستش که از صحابه بزرگوار است و قطعا ازش شنیده دارید، از بزرگواریش. خب این اتفاقی که حجاج بن یوسف رخ میده در دوران حجاج بن یوسف، یکی از افراد، یکی از انسانهای صالح میگه که من میرم حجاج رو نصیحت میکنم. همین میگن این حجاج خونخوار کشتار میکنه، میگه نه من میرم نصیحت میکنم، من دین از دین و نصیحت. منطق درستی بود، شرعش هم درست بود، ایشون هم ادعای اسلام مسلمانی داشت. حجاج ابن یوسف بلند شد و رفت برای نصیحتش و مورد آزار اذیت حجاج ابن یوسف. طبیعی بود این قضیه که این اتفاق بیفته. منطق اونجا نمیگه که این آقا اگه میخواد بره، حتی اگر بلاز شرعی منطقش درسته، اما یه دو تا چهار تا باید اتفاق بیفته برای اینکه بخواد اعتراض شکل بگیره، بخواد انقلاب شکل بگیره. الان چند روزه توی ایران اعتراضات داره اتفاق میفته، چرا جلو نمیره؟ چون چفت و بس لازم رو نداره. اینو برای یأس و ناامیدی نمیگم، باید این اعتراض اتفاق بیفته. اینو برای میگم که باید راهکارش رو پیدا کنیم و یکی از این راهکارها همون چیزیست که الان جمهوری اسلامی داره ازش میترسه، یک دست شدن مردمه. اتفاقی که برای مهسا میفته، برای مهسا امینی، مردم ایران رو با یک شعار میبره جلو، خونخواهی از مهسا امینی. این نقطه قوت اعتراضا بود. همینو باید نگه داشت، باید تقویتش کرد، باید کنار هم مردم کنار هم بیان و اعتصاب ها رو شروع بکنند. مرحله بعد همون درخواستی که بیشتر فعالین حقوق بشر میخواند از مردم ایران که این اتفاق بیفته. سختی های کشیده میشه، فشارهای مدتی برای انسان بر مردم میاد، اما بدتر از این وضعیتی که داریم نخواهد بود. پس راهکار اعتراض، راهکار گرفتن حق اینگونه نیست که هر جوری شما برید و درخواست اعتراضتو بدون پیش برنامه ریزی، بدون دقت نظر، بدون شناخت طرف مقابل، بدون استفاده از تاکتیک ها. یکی از مشکلاتی متاسفانه توی مناطق
بلوچستان هست، عدم این اتحاد هست، اختلاف رأی، و اینو ساختن، این خود جمهوری اسلامی کاشته اینو توی سیستان و بلوچستان. این یکی از ضعف هاست که باید، اگر قرار هست که ما یک دست بشویم و به نتیجه برسیم، یکیش همینه که ما باید کنار هم باشیم، همه با هم این بستر اتحاد رو ایجاد بکنیم، اختلاف های ناچیز قومی و نمیدونم قبیله‌ای و نمیدونم این چیزها رو بذاریم کنار، برای یک هدف واحد تصمیم بگیریم و اعتراض بکنیم تو اون شرایط، و بعد بسنجیم که این پایگاه که تمایل داره مسجد مکی رو زیر سوال ببره، تمایل داره کشتار رو به هر شکلی از انجام بده تا کل ایران زهر چشم بگیرن از این قتل عام، قتل عامی که اهل سنت رو فدا میکنه، فقط باید حساب اینا رو میکردیم. اگر با بدون اینکه بخوام زیر سوال ببرم، چون این حرکت شریفی است، این اعتراض ها، ولی اگر درایت بیشتری تو قضیه بود، من حدس میزنم، با اینکه البته من خارج از گودم نمیتونم، بر اساس تحلیلی که به لحاظ جامعه شناسی و تجربه هایی که دارم و به لحاظ دستوری که رسول الله علیه السلام داده و حدیثش رو براتون میارم، باید حساب اینی که این اتفاق، این اعتراض بعد از نماز جمعه، یکی از اشتباهات این بود که بعد از نماز جمعه بود، یعنی انسانهای بیگناه دیگری رو که دخیلی بر اعتراض نبودند در تیررس دشمن قرار گرفتند. توانمندی خودمون رو در باید حساب اینو میکردیم که الان اگه اینا تیراندازی کردن ما چیکار باید بکنیم. نباید این انتظار رو داشتیم که مایی که میشناسیم اینا چقدر با بلوچستان، با بلوچ ها بدند، چگونه ممکنه در مقابل این قضیه بیخیال بشند. میدونی؟ اینا منتظر فرصتی هن برای اینکه قتل عام بکنن تو بلوچستان و تو کردستان. طول سال برنامه‌ریزی میکنن برای این قضیه. بلوچستان، استان منطقه بلوچستان، استان سیستان بلوچستان، به زعم تمام کسانی که اونجا رفتن میگن اصلا یک منطقه نظامی است. کل استان رو تبدیلش کردن به پادگان، کل استان رو یک حکومت نظامی داره کنترل میکنه، داره چیز میکنه، در واقع حکومت میکنه بر مردم. پاسگاه‌هایی که توی تعداد پاسگاه‌هایی که در سیستان و بلوچستان هست، از عدد چیزش بالاتره، از عدد قانونیش. در یک همچون بستری وقتی یک حرکت اعتراضی میخواد شکل بگیره، باید حسابش رو حساب کتاب بشه. تا میزان تلفات بیاد پایین، تا حقمون رو بتونیم از حلقومشون بکشیم بیرون. این موضوع رو رسول الله علیه السلام در حدیثی بیان کردن، در همون حادثه‌ای که خدمتون عرض کردم، یکی از حالا تابعین یا صحابی، چون دقیقا مشخص نیست، وقتی که میرن و وقتی میرن برای نصیحت کردن چیز، وقتی که میرن که حجاج ابن یوسف خونخوار رو نصیحت بکنن، این بعد حالا اون شخصیت از قبیله شون یه سری میرن و چون زیر شکنجه و آزار حجاج قرار میگیره وقتی میره نصیحت، میگن بابا این چیز نیست، این تعادل عقلی نداره، به این بهانه نجاتش میدن از حجاج، از دست حجاج بن یوسف. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا ينبغي لمؤمن
ان یذل نفسه یتعرض من البلاء لما لا یطیق. این مفهومش هست، خود نص حدیث اینجوریست: لا ینبغی لمؤمن ان یذل نفسه. رسول الله میفرمایند، میپرسند قالوا و کیف یذل نفسه، میگه هیچ انسانی، هیچ مؤمنی نباید خودش رو به ذلت بندازه. از رسول الله خب به ذلت انداختن، هیچ انسانی نمیره این کارو بکنه. بعد سوال پیش میاد برای اصحاب، میگن که قالوا و کیف یذل نفسه، و میگه چطوری ممکنه یک انسان ذات خودش رو به ذلت بندازه، خودش با دست خودش؟ قال یتعرض من البلاء ما لا یطیق، خودش رو در معرض بلایی قرار بده که توان مقابله باشون نداره. صریح ترین روش ممکن رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما گفته، در بلایی که توانشو نداره. در بلایی که توانشو داره یعنی میشه، لا یذل نفسه هست دیگه. پس اگر میخوایم که یک بلا رو، توانمون رو در برابرش بخوایم از بین ببریم، با توانمون رو ببریم بالا. اگر با توان کم در برابر بلا قرار بگیریم، این ذلت نفسه، طبق حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس برنامه ریزی میخواد، سنجش بلا میخواد. اتفاقی که در برای چیز میفته، این تجاوزی که در سیستان و بلوچستان اتفاق میفته، باید سنجیده بشه، راهکارش مشخص بشه و بعد حق اونو از حلقوم اون کسی که این کارو کرده بگیریم و اونایی که دفاع ازش میکنند. رژیم جمهوری اسلامی ایران خونخوارترین رژیمی است که در واقع به زرس قاطی و ظالمانه ترین رفتار رو با مردم خودش داره میکنه در آن واحد. خب یه همچون رژیمی برای از بین بردنش باید تاکتیک به خرج داد، باید حساب کتاب داره، باید برنامه ریزی بشه، باید اگر حرکت واحدی اتفاق میفته، تظاهراتی، اعتراضاتی، باید برنامه ریزی بشه که این اعتراضات به هم در هم تنیده بشه، روند روبه رشد داشته باشه. بدونیم که اینا چگونه، مردم ایران میدانستند که چگونه اینا علیه مردم سرکوب انجام میشه. برای همین توی این دوره نسبت به آبان 78 اگه اشتباه نکنم، تجربه آبان باعث شد که مهر امسال اعتراضات شکل منسجمتر، دقیقتر، حساب شده تر بگیره. چرا؟ چون این در واقع تاکتیک به دست اومده بود. چطور میشه این نیروهای سرکوب رو شکست داد؟ همه میدونستن که اینترنت قطع میشه و براش فکر کردند. ما در سیستان و بلوچستان هم باید همینجوری براش برنامه ریزی میکردیم، نه اینکه روز جمعه رو انتخاب کنیم. برای من قصدم اعتراض به اتفاقی که افتاده، ولی قصد من اینه که ما حرکت‌های دیگر اینا از بین نرفتند، ما باید اینا رو سر جاشون بشونیم، باید این حقمون رو بگیریم. ولی نیاز به ابزارهایی داریم که به این نتیجه برسیم. همین اتفاق در کردستان هم همینطوره. هر بار درگیر بشیم، کشته بشیم، آدم از دست بدیم، مردممون کشته بشن، که نشد حرکت. باید شما در حد یک نفر که از بین میره، چند نفر از دشمن رو از بین ببری، طرف مقابل تو از بین ببری. این اتفاق با همبستگی، اصل ماجرا همبستگی است و همفکری برای حرف واحدی که بتونه با یک هدف واحد وقتی پیش میریم به نتیجه بهتری برسه. خب اگه موافق باشید صحبت‌های دوست عزیزم استاد سجودی رو هم میشنویم در همین مورد، بعد کمی هم در مورد موضوع برنامه و غم نخوردن در این شرایط خونین و
بحرانی رو هم بهش بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. این روزا در ایران ظلم عجیبی، ظلم بزرگی بر مردم میشه و مردمی که یک دولت رو نمیخوان، دولت به زور میخواد خودش رو تحمیل کنه. اگر واقعا دولت موفقه پچه رفراندوم نمی کنه. خود آقای خمینی یادم میاد، من که زنده منوز، که وقتی به بهشت زراح اومد تو تهران که واقعا درسته این قانون اساسی رو 50 سال پیش شما به ما نوشتید، ما امروز اینو نمیخوایم، پدرای ما نوشتن، حالا ما این مثلا ما این دولت رو قبول کردیم، بچهای ما نوای ما نمیخوان. مگه نه این است که مردم باید خودشون به سرنوشت خودشون دسترسی داشته باشن؟ حالا بحث ما این نیست، بحث ما این است که این دولت ظالم هیچ اصولی رعایت نمیکنه. به خاطر همین رعایت نکردن اصول، اولا که به خودشون ظلم میشه. رفسنجانی کشته شد یا نشد نمیدونیم، ولی باید که یک تحقیق قضایی میشد. پسر خمینی کشته شد یا نشد، باید که یک پرونده باز میشد. خود خمینی حالا صحبتش هست که شاید کشته شده باشه، ولی این دولت چون ظالمه، فردا همین بلا سر پسر خامنه ای هم میاد، سر خود خامنه ای هم میاد. و اساس چون بر ظلمه کار پیش نمیره، گرنه خونریزی که اینا میکنن میتونست فقط با باز کردن یک پرونده برای مهسا امینی تمام بشه. آقا باز میکردن که کی زدش، چرا زدش، آیا گناهکار بود یا نبود، ولی که این کار میکنن. حالا مهسا امینی رو شما به خاطر بی‌حجابی گرفتید. در بلوچستان مردم میگه به دختر ما زنا شده، تجاوز بهش شده، و فقط یک تظاهرات ساده، اونم فقط یه دیگه کمی درش بودن، رو دولت برداشته تیر مستقیم زده به مسجد، به مسجدی که برای مردم مقدسه، به مردم در حال نماز کشته شدن، زنهایی که رفته بودن نماز بخونن کشته شدن. یعنی زنهایی که به بی‌حجابی اعتراض ندارن، اونا به نماز رفته بودن، همشون هم با حجاب کامل بودن. منتها دولت عمیقا فاسده. حالا باید چه کار کرد با این دولت؟ بالاخره این بلا بر سر ایرانی ها اومده. خیلی از این فرمایشات رو استاد محمودی براتون گفتم یا میگم. من فقط به یک دو نکته اشاره میکنم. نکته اول این است که ملت باید متحد باشن. گرگ گوسفند جدا شده رو میخوره از گله. اگر ملت هرچی متحدتر باشن، دولت چقدر که قوی باشه میترسه. از شما باید در مسائل عالی، مخصوصا در بلوچستان و کردستان این چیزا کمتره. در مسائل، در مصلحت‌های بزرگ خودتون باید با هم دیگه متحد باشید. من یادم میاد که در کردستان عراق به خاطر اختلاف طالبانی و بارزانی، با اینکه تقریبا مستقل شده بودن، هرچند که من با استقلال مناطق مخالفم، معتقد هستم که هر کشورها بزرگتر باشه به نفع اسلامه، ولی مستقل تقریبا شده بودن، اما به خاطر اختلاف نصف کردستان هم دست دادن و نصف دیگه هم استقلال خودش رو دست داد. این کار باید مردم ایران متوجه باشن که برای چیزای کوچیک با هم اختلاف نداشته باشن، چون دولت از این اختلاف ها استفاده میکنه. این یک راه است که جلوی خونریزی و غم رو بگیریم، جلوی ظالم رو بگیریم. راه دوم این است که شاید این که باید گفتنش برای مردم شنیدنش عجیب باشه، ولی همینطور است. ما حدیث داریم، حدیث صحیح داریم که داستانش هم اینجوری بود که مردی بلند شد که من میرم حجاج ابن یوسف رو نصیحت میکنم. یکی از صاحبی بود یا تابعی بود، حالا اسم یادم نیست، بهش گفت که نرو کارو نکن. باز حدیث پیامبر رو گفت که بر مؤمن لازم نیست که خودشو در بلا بندازه. گفتن یعنی چی رسول الله که خودشو در بلا بندازه؟ او کاری رو بکنه که طاقتشو نداره. این گفت نه من میرم. رفت آقا نصیحت کرد حجاج ابن یوسف رو، اینطور زدنش که بیچاره به طور کلی از دست پا افتاد و خطر مردنش هم بود. قبیلش رفتن پیش اون، عذر به عذر پیش حجاج ابن یوسف دیگه، مثل البته از دولت ایران بهتر بود انصافا، چون حداقل 4 تا 4 یار از کافرها گرفت، دولت ایران فقط بر علیه مسلمان است. اینو در پرانتز عرض کردم. رفتم پیش حجاج که آقا اینو ببخش، این دیوانه است، این از قبیله ماست، ما میدونیم که این دیوانه است. به تهمت این که دیوانه هست به این براعتی ازش گرفتند و آزادش کردند. و پس باید مردم
اندازه‌گیری کنن. وقتی دولت تا این حد ظالمه باید مواظب باشن. من نمیگم باید اعتراض آدم نکنه، خواهی ناخواهی این اعتراض ها مردم خیلی 40 سال مدارا کردن، ولیکن بازم انسان باید به اندازه طاقت خودش کار کنه. از یه طرف باید که آدم مبارزه کنه، از یه طرف باید به این حدیث عمل کنه و دیگه ملت خودش ببینه که به اندازه طاقت. به هر حال این دیگه واضح هست که انسان باید به اندازه طاقت خودش عمل کنه و البته دعای مظلوم هم قبول میشه. شکی نیست که دعای مظلوم قبول میشه و ملت ایران از دعا هم غافل نشن و از دین هم دور نشن. یعنی چیزی که اینا رو نجات میده بیدینی نیست، دینه. بابا این ملت، این دولت دین نداره. این دولت کدوم دین گفته که تو من اون روز باور کنید که این بذارید این داستان رو بگم هرچند که حرف صحبت طولانی میشه. میخواستم مگس هایی که تو خونه بود بکشم، مگس کش استفاده نکردم. یکی رفت برای من، یکی از بچه ها رفت برای من یه دون از این صفحه هایی گرفت که چسب داره، ورقایی که چسب داره، اینی که بذاری مگس میاد روش میشینه، مگس میاد روش میشینه و میچسبه ولی نمیمیره، تقلا میکنه تا خسته میشه و از گرسنگی و تشنگی حالا هرچی که هست مگس هم دیگه به غذا احتیاج داره میمیره. وقتی اولین نشست روی این، منی که حالا دینه میدونم، گفتم این که خلاف شریعته. پیامبر ما من کرده که ما یک حیوان شکنجه کنیم، یک موجود شکنجه کنیم. این شکنجه شد. به ما گفته حتی مارمولک هم که میکشید با یک ضربه بکشید 100 تا ثواب داره، برای اینکه شکنجه نشه. بر ما گفت که اگه حیوان رو ذبح میکنید چاقو رو تیز کنید که بیچاره اذیت نشه. ببینید این دین ماست که به مگس هم رحم میکنه. این دین ماست. خب این دولت کجا دین داره که نفر تو مسجد داشته نماز سنت میخونده؟ شما میدونید که اهل سنت بعد از نماز فرض نمازای سنت رو میخونن. تو مدرسه، تو مسجد به اینا تیر زده. کلانتری به مسجد نزدیک بوده، مستقیم تیر زده به نماز. یعنی اون که تیر زده میدونسه این داره نماز میخونه. جز عقده و کینه هیچی دیگه نیست. باز این دولت نماینده اسلام میشه. عجیب اینه، دردناک اینه، دردآور اینه که ملت گول خورده این دولت رو نماینده اسلام میدونه و با اسلام بد میشه. میدونم کمی پراکندگویی کردم، ولیکن درد دیگه همش درده و باید اول برای درمان هر دردی اول باید درد رو شناخت. ما باید بفهمیم که آقا این دولت اسلام نیست، این کفر مطلقه. ما مگس رو نمیکشیم، این آدم رو، آدم بیگناه رو میکشه. یعنی این دختر 16 ساله یا 18 ساله چه گناهی داشت که تو اینو کشتی؟ گفت بید من غریب هستم، از شهرستان اومدم. حالا که کشتی چرا تحقیق نمیکنی؟ ظالمه دیگه، ظالمه. و الله پاک گفته که من جهنم از ظالمه و از کافرها پر میکنم و اینها دیگه میخوان همون قسم الله بشه و به جهنم برن. الله پاک ما شما را دست اینا نجات بده. دعای پایانی جالب جذابی که آیه سجودی کردن. بله، اشاره دقیقی استاد سجود داشتن به موضوع اتحاد. یکی از مشکلاتی که متاسفانه خیلی از حرکت‌های مردمی رو بی نتیجه میذاره اعتراض‌ها، یکی از علتاش همین اختلاف نظرها هست. هر کس فکر میکنه که به این روش مناسب تره برای رسیدن به حق. خب این روش های متنوع، انسان ها متنوعند، اگر کنار هم نباشند، با هم تصمیم نگیرند، نتیجه نخواهیم گرفت. برای اینکه این حرکت ها حرکت نتیجه بخشی باشه و برای اینکه بتونیم سرنگونی این رژیم رو ببینیم، باید حرکت های مردمی ساختار منسجمتری داشته باشه. اختلاف آرا، اختلاف نظرها کنار بره و در کنار هم اونایی که میتونن تصمیم بگیرن، تصمیم گیرنده ها در واقع، در کنار هم حرکت رو به شکل منسجمی پیش ببرن. انقلاب 57 رو همه یادشونه. کسانی که در کنار خمینی وایسادن هیچ گروه هایی بودن که شاید اصلا خمینی رو و افکار اسلامیش رو قبول نداشتند، از گروه هایی بودن با افکاری کاملا متفاوت، ولی یک دست شدن برای اینکه یک حرکت واحدی رو قبول داشتند و اون از بین رفتن اون رژیم بود. اگرچه که همه بعد سرشون کلاه رفت و شاید حالا همینم باعث میشه که
الان نتونن کنار هم وایسن، ولی اگر بخواد حرکت شکل نتیجه بخشی داشته باشه و به زودی ما سرنگونی رژیم رو داشته ببینیم، باید این اتفاق بیفته، باید این یک دستی مردم شکل بگیره در اهداف مختلف، در روش‌های مختلف. شما در هر زمینه‌ای بخواید گروهی کار بکنید، باید تیم منسجم عمل بکنه. گروه برای یک هدف واحد در کنار هم وایسه، فکر نکنه من نظرم اینه پس نظر اونو نپذیرم و بعد مخالفت بکنه با اون. این اختلاف افکنی، این اختلاف هایی که در یک گروهی که یک هدف واحد رو دارند ایجاد بشه، اون گروه پاینده پیروز نخواهد بود. امروز خوشبختانه اگر اتفاقای خوبی داره در اعتراضات میفته، علتش اینه که این نیروهای جوانی که با یک هدف واحد دارن این کار میکنن، حتی پراکنده، ولی خب برای تداومش نیاز هست که حرکت‌های قوی‌تری، اعتصاب‌ها شکل بگیره، همبستگی بیشتری ایجاد بشه. خوشبختانه حرکت‌های روبه جلوی ما در چیز داریم میبینیم، در اتفاقاتی که در ایران داره میفته، و امید ما به این هست که به نتیجه برسه انشاءالله. اما آنچه که در برنامه غم مخور ما به دنبالش هستیم اینه که ما در شرایط مختلف باید خودمون رو، انسانها خودشون رو باید حفظ بکنند، ذهنشون رو باید کنترل بکنند که آثار منفی شرایط ناخوشایند باعث نشه کنترلمون رو از دست بدیم. چون وقتی مغز کنترلش رو از دست میده، تصمیماتی میگیره، حرکتهایی انجام میده که بعد خودش پشیمون میشه، شرایط موجود رو، موقعیتهای خوبش رو از دست میده و بی نتیجه میمونه مسیر حرکتش. اینی که قانون برنامه غم مخور که از این کتاب لا تحزن دکتر آیز قرنی انتخاب شده، قانون ما بر اینه، این قانونی که در واقع قانون الهی است، انسان نباید نگران بشود، یا اگر نگران می شود سطح نگرانیش اینقدر نباشه که کنترلش رو از دست بده، نتونه اینقدر غم بخوره که افسردگی و غم خوردن و ناراحتیش باعث بشه که نتونه دقیق راجع به شرایط موجود فکر بکنه، تصمیمات دقیقی بگیره. اینو من لیست کردم براتون توی موقعیت‌های بحرانی و خونینی که مثل متاسفانه اتفاقی که در زاهدان و کردستان افتاد و یا در کل ایران الان ما شرایطش رو می‌بینیم، چند چیز رو با در نظر بگیریم. این چند موردی که خدمتتون عرض می‌کنم در واقع در برنامه‌های مختلف هم راجعش صحبت کردیم، اینا باعث میشه که ما از مرحله افسردگی و دلخوری و غم خوردن و اینا خارج بشیم و بتونیم در همین شرایط بحرانی تصمیمات دقیق‌تری بگیریم. احساسی عمل نکنیم. اولین، اصلی ترین، قوی ترین قاعده برای این مسئله اینه که ما اعتمادمون به الله متعال بیشتر باشه. اعتمادمون رو به الله متعال تقویت کنیم. وقتی بدانیم که قدرت لایزال هستی الله متعال پشتیبان ماست، خم به ابرومون وارد نمیشه. وقتی یقین پیدا کنیم به این قضیه، پس اصل ماجرا اینست، در همه شرایط سختترین حالتهای ممکن رو فکر کنید، از بیماری و سختی و فلان تا این نمیدونم قتل عامی که الان اتفاق افتاده تا ساده ترینش، همه این موارد مختلف رو بذارید کنار هم، با یک عنصر کنار وایسید جلوش: الله متعال منو تنها نمیذاره. دومین مورد، از صبر و شکیبایی کردن، چون شرایط سخت نیاز داره که من بگم باید تحمل کنیم، باید سختی ها رو بپذیریم، الان این اتفاق افتاده، میدونم این عزیزم رو از دست دادم، میدونم الان اینترنت رو قطع کردن، میدونم، ولی برای رسیدن به نتیجه من باید صبر داشته باشم. و چون الله متعال رو داریم پشتیبان، امید داشته باشم.
پس این شد سه تا: اعتماد به الله رو تقویت کنیم، صبر داشته باشیم، امید داشته باشیم به آینده. سومین ماجرا استقامتمون بر دینمون هست. ما چون الله متعال رو پشتیبان داریم، باید قوانینی رو که میپذیریم از الله، پذیرفتیم از الله متعال به عنوان دین رو نباید از دست بدیم، باید بهش بچسبیم، باید قبولش کنیم. اگر الله رو میخوایم قانونش رو هم باید انجام بدیم، اجرا بکنیم. اینی که جمهوری اسلامی اسمش خودش رو گذاشته اسلامی، این دلیل برای این نمیشه که جمهوری اسلامی اسلامی باشه. اسلام رو اسم، یک اسم کسی رو مسلمان، یک حکومت رو اسلامی نمی کنه. رفتار، کردار، اعتقادات، ایناست که نشان دهنده مسلمان بودن یا مسلمان بودن یک حکومت یا اسلامی بودن یک حکومت است. ظلمی که ما الان داریم میبینیم داره جمهوری اسلامی به اسم اسلام داره انجام میده، اصلا بویی از قوانین اسلام نبرده. هر جای قانون اسلام رو شما بگردید نمیگن که به نمازگزار تیراندازی بکن، نمیگن اگر مردم معترض بودن شما حقشون نده، نمیگن حقشون رو بگیر فرض بچه های خودتون رو بفرست این ور اون ور برای اشغال. عدالت اصل ماجراست و ظلم عکسش. اسلام اصلا با ظلم موافق نیست، اینو همه میدونن، ولی اینایی که مدعی جمهوری اسلامی هستن نمیدونن یا نمیخوان بدونن، چون به نفعشون نیست، چون سود براشون مهمه. پس بر دینمون استقامت کنیم. کاری به این نداشته که جمهوری اسلامی داره میگه اسم اسلام رو داره خراب میکنه، من دیگه از اسلام بری شدم، من دیگه از اسلام دور شدم، من دیگه اسلام رو قبول ندارم. جمهوری اسلامی غلط میکنه اگه میگه من مسلمانم، چون نیست. رفتارش، برخوردش، تعاملش با مردم، ظلمی که داره میکنه، اینا هیچ کدوم بوی از اسلام نمیبره. پس استقامتمون و دین از دست ندیم. چهار، شادم پنج، احتیاط کنیم در رفتارهامون، اقداماتی بکنیم که تأثیرگذار باشه، با احتیاط، با برنامه‌ریزی، همونطور که رسول الله علیه السلام گفتن خود نفسمون رو به ذلت نندازیم بدون تفکر. برای هر حرکتی فکر کنیم چی کار باید بکنیم که به نتیجه برسه. مورد دیگه ای که جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکنه خودشو چیز بکنه اینه که مطالباتی که مردم دارن شرعاً و قانوناً درسته. همه اعتراضاتی که در ایران داره اتفاق میفته به لحاظ شرعی و به لحاظ قانونی حق دارند مردم اعتراض بکنند. این حق مسلم مردم ایران است که اعتراض بکنند به شرایط سختشون. و حکومت اگر اسلامی باشد باید گوش بده، باید قبول بکنه، باید انجام بده، باید سعی کنه مردم رو در امنیت و آرامش نگه بداره، نه در فشار، نه با فشار ازشون چیزی بخواد. در مورد امنیت بکنم به پایان، بله چیزی به پایان برنامه نمونده. در مورد امنیت همین بس که این آیه رو خدمتون آیه معروف سوره لیلاف قریش، ایلافهم رحلت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ببینید بذار سوره لیلاف رو بیارم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، ایلافهم رحلت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. ببینید
پروردگار این خانه را عبادت کنند. چرا؟ الذی، پروردگاری که الذی اطعمهم من جوع، بهشون از گرسنگیشون رو رفع کرده، غذا بهشون داده، و آمنهم من خوف، و امنیت داده بهشون از ترسی که دارند. دو تا مورد رو الله متعال به خودش نسبت میده تا عبادت رو برای خودش تعمیم چیز بکنه. این دو تا، این دو عنصر، اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، این دو عنصر عناصری است که باید یک حکومت اگر مردم رو میخواد با خودش داشته باشه، باید این دو تا عنصر رو تأمین بکنه. زندگی راحت به لحاظ معیشتی، همون اطعمهم من جوع دیگه، و آمنهم من خوف، از خوف و ترس و فلان امنیت بهشون بده. این دوتا مورد رو اگر تأمین بکنه برای مردم، میتونه انتظار داشته باشه که مردم تبعیت بکنن از قوانینش. وقتی این دوتا مهم هست، و متاسفانه هر دوی اینها رو ما در ایران نداریم، پس حق ماست که اعتراض بکنیم. اعتراض حق مردم ایرانه. و مورد پایانی رو هم با این آیه تمام میکنم که آیه 60 سوره غافر، اینم از عناصری است که ما در شرایط این شرایط خاص نباید فراموش کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم، بخواهید از من تا اجابت کنم. همون پشتیبانی که ما رو پشتیبانی میکنه در شرایط سخت، میگه از من بخواید، درخواستتون از من بخواید. پس فراموش نکنیم قدرت دعا رو، فراموش نکنیم علیه جمهوری اسلامی دعا کنیم در کنار تمام فعالیت‌هایی که با دقت، با درایت، با فکر براش برنامه‌ریزی می‌کنیم، اعتراضاتی که می‌کنیم، درخواستامون رو می‌گیم، دعا کنیم علیه جمهوری اسلامی. چون الله متعال گفته ادعونی استجب لکم. و این یکی از ابزارهای قدرتمندی است که خیلی از انسان‌ها فراموش می‌کنند که ازش بهره ببرن در همین شرایط فیزیکی دنیا. فکر میکنن اعتراض کردن، درگیر شدن با یک حکومت تنها به همین اعتراضات و اعتصابات و اینا که، اینا باید در کنار دعا باشه. دعا قدرتش بسیار زیاده، ولی خیلی وقتا فراموش میکنیم. دعا فقط برای خودمون نیست، دعا برای از بین رفتن ظلم ظالمانی که بالای سرمون هستند هم هست. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تسلیت عرض میکنم خدمت تمام عزیزانی که در ایران و علل خصوص در سیستان و بلوچستان و علل خصوص در کردستان و مردم عزیز اهل سنت که خانواده مهسا امینی و تمام اون عزیزانی که فرزندانشون رو در راه گرفتن حقشون، در راه از بین بردن ظلم ظالمان از دست دادن، تسلیت خودم رو و شبکه نور رو تقدیمتون میکنم و براتون صبر آرزومندم. فراموش نکنید که الله متعال با ماست، الله متعال با مظلومینه و مدافع مظلومینه و علیه ظالمان. کافیست که با تفکر، درایت و صبر و پشتیبانی الله متعال بتونیم حقمون رو از حلقوم این ظالمان بکشیم. ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. الله یار و نگهدار.